ساعت 5:13 رو پشت سر گذاشتیم و در کنار شما در برنامه رادیو و وب تبیه همسفر هستیم. نام من نوید آزادی است و در این لحظه در کنار وکیل خوب دادگستری سوئد، هموطن خوب و عزیز و دوستان قدیمی برنامه های خودمون، جناب نیما رستمی عزیز هستیم که امروز هم در استودیو هستن. این وقت رو گذاشتن با تمامی مشغله کاری و زندگی، ولی این وقت رو هر هفته میذارن به استودیو میان که ما به خاطر این مسئله بسیار متشکرم. جناب رستمی عزیز، بسیار بسیار به استودیو خوش آمدید. قربان. بله، با درود و سلام خدمت شما آقای آزادی و همچنین شنوندگان رادیو همسفر. بسیار سپاسگزارم که شما رو در استودیو داریم. در هفته گذشته سوالاتی مطرح شد و قرار شدش که در این هفته توضیحاتی رو در این رابطه بدین. در مورد قوانینی که عوض شده قرار شد که توضیحاتی بدین. ما اول شنونده صحبت‌های شما خواهیم بود و بعد از اون با تلفن‌های 2398 و 9843 در خدمت عزیزان خواهیم بود. ممنون، با تشکر. در هفته گذشته اشاره شد به قانون اقامت، در واقع قانون موقت اقامت بر اساس پناهندگی، و یه مقدار توضیحاتی در این مورد دادم و از جمله اشاره کردیم به افرادی که قراره از 20 جولای به این ور که این قانون قابلیت اجرایی پیدا کرده اقامت موقت دریافت کنند و این شامل پناهنده ها میشه. تیتروار این مسائلی که هفته گذشته رو عرض کردم مرور میکنیم و میرسیم به بقیه موارد. همونطور که قبلا گفته شده، این قانون به مدت 3 سال در واقع موقت خواهد بود و شامل پناهجویانی خواهد شد که از شامل پناهجویان خواهد شد. مدت زمان اقامت پناهندگی بر اساس کنوانسیون ژنو، همه فلوکتینگ کنوانسیون، 3 سال خواهد بود. مدت زمان اقامت بر اساس دلایل شبیه به دلایل پناهندگی، آلترناتیو خوچ بهوف، به مدت 13 ماه موقت خواهد بود. اقامت بر اساس سایر موارد که گفته اصطلاحاً گفته میشه اوریت خوچ بهوف، که شامل دلایل راجع به درگیری های مسلحانه یا کشمکش داخلی و یا بلایای طبیعی کلن از دلایل پناهندگی حذف شده، و اقامت بر اساس شرایط خاص ناراحت کننده، شرایط ویژه سرنلین مندومسنیتر هم به اقامت بر این اساس نیست، بسیار محدود شده خواهد بود، مگر اینکه تصمیم گیری بر این اساس یا اقامت دادن بر این اساس بر خلاف تعهدات بین المللی کشور سوئد باشد. تعهدات بین المللی از قبیل بان کنوانسیون، همین کنوانسیون کودکان. اقامت های داده شده به در واقع کاتگوری اول یعنی پناهندگی، در صورت استحقاق بودن فرد پناهجو بعد از 3 سال و بعد از بررسی مجدد دائم خواهد شد. اقامت های داده شده به کاتگوری دوم یعنی دلایل شبیه به دلایل پناهندگی موقع تمدید باز هم موقت خواهد بود، ولی این بار به مدت 2 سال موقت خواهد بود. و اقامت های دائم، اگر فردی که اقامت موقت دریافت کرده استخدام دائم یا کار دائم و پایداری به اصطلاح داشته باشد و یا شرکتی تأسیس کرده باشد که از طریق درآمد این شرکت بتواند که خود و اعضای خانواده خودش از این طریق امرار معاش بکند، میتونن که اقامت دائم دریافت کنند، البته بعد از اتمام دوران اقامت موقت. جوانان زیر 25 سال هم حتی اگر کاری نداشته باشند ولی تحصیلات دبیرستان رو با موفقیت پشت سر بگذارونند نیز اقامت دائم میتونند دریافت بکنند.
همینطور که عرض شد این قانون از 20 جولای 2016 تا 20 جولای 2019 یعنی به مدت 3 سال به اجرا گذاشته خواهد شد. این قانون شامل درخواست کنندگانی که با خانواده در سوئد داشته باشند نیز شامل اونها خواهد شد و ببخشید این قانون شامل درخواست کنندگانی که با اعضای خانواده خود در سوئد باشند و یا بچه های تنهایی که بدون سرپرست قبل از 24 نوامبر 2015 درخواست پناهندگی خود را ثبت کرده باشند شامل اینا این کاتگوری نخواهد شد. ولی اگر حتی بچه تنها قبل از 24 نوامبر 2015 درخواست اقامت خود را ثبت کرده باشد منتها موقع تصمیم گیری 18 سال تمام باشد قانون جدید شامل اینها خواهد شد، یعنی اینا جزء استثناء نخواهند بود. این در واقع جزء اشاره بود به مطالبی که هفته گذشته به طور مفصل صحبت کردیم در موردش. و اما اقامت بر اساس خویشاوندی، همینطور که میدونید اقامت بر اساس خویشاوندی در واقع دو مدل اقامت وجود داره. یکی این که وقتی فردی به سوئد مهاجرت میکنه و قبل از مهاجرت متأهل بوده و خانواده داشته و بعد از اینکه اقامت میگیره، یک کاتگوری اینا هستن و کاتگوری دیگه شامل بقیه افرادی هست که مقیم سوئد هستند و وقتی که در سوئد مقیم هستند قصد ازدواج تشکیل خانواده دارند و با یک خارجی ازدواج میکنند. یعنی دو تا کاتگوری اقامت خویشاوندی داریم. مبنا در واقع در این گونه مواردها طبق این قانون جدید موقت این خواهد بود که هر کسی که با یک خارجی ازدواج میکنه و قصد به اصطلاح اون فرد خارجی قصد اقامت در سوئد داره، این فرد مقیم سوئد باید بتونه ثابت بکنه که توانایی امرار معاش رو داره، یعنی کار، درآمد مناسب و مسکن مناسب رو برای امرار معاش خود و اعضای خانواده داره. یعنی مبنای کلیه در از این قاعده در واقع چند تا استثناء وجود داره و این یعنی کسایی که احتیاج ندارن کار و زندگی داشته باشن استثناء منظورتونه؟ در واقع ببخشید من یه ذره حواس پرت شد از این گفتین که سوئدیایی که میخوان تقاضا بکنن که خانواده های خودشونو بیارن، درسته؟ بلد. یا با کسی ازدواج کنن. قانون ببخشید اینجوری به عرض کنم که قانون قدیمی موجود بوده اینکه اگه فردی به خاطر خویشاوندی از قبیل ازدواج درخواست اقامت میدهد، از خانواده‌ای که مقیم سوئد است باید درآمد کافی و مسکن مناسب داشته باشد. درست. این مورد برای بعضی کاتگوری ها صدق نمی کنه، از قبیل اعضای خانواده شهروندان سوئد، پناهندگان و یا افرادی که به دلایل شبیه به پناهندگی اقامت داشتند و یا بچه های تنها و یا کلا خارجی هایی که بیش از 4 سال در سوئد به اقامت دائم زندگی می کنند. این قانونی بوده که تا به حال قانون قدیم بوده. بله. این استثناها هم بوده. اوکی. ولی حالا شرایط تغییراتی که صورت گرفته در واقع. اعضای خانواده یک پناهجویی که اقامت موقت 3 سال گرفته باشه تحت شرایطی اقامت داده خواهد شد که احتمال اقامت دائم این فرد پناهجو بعد از اتمام دوران اقامت موقت وجود داشته باشد. اگر یکی از زن و یا شوهرها که در سوئد پناهندگی دارند و هر کدام زیر 21 سال باشند به آن دیگری اقامت داده نخواهد شد. زن و یا شوهر پناهندهی که اقامت موقت دریافت کردند و بعد از دریافت اقامت موقت تشکیل خانواده میخوان بدن، تا
تا موقعی که این فرد پناهنده دارای اقامت موقت است به خانواده ایشون اقامت داده نخواهد شد. به زن و شوهرها و بچه های پناهندهی که اقامت موقت بر اساس دلایل شبیه به دلایل پناهندگی خود بهاوانده اقامت موقت دریافت کرده اند، چه این پناهنده قبلا متأهل بوده باشد و یا بعد از اقامت تشکیل خانواده بده، به هیچ وجه به این دست از بین کاتگوری اقامت داده نخواهد شد. ولی اگر این فرد خارجی قبل از 24 نوامبر 2015 درخواست اقامت کرده باشه و قبل از دریافت اقامت متأهل بوده باشه، درخواست اعضای خانواده این فرد طبق قانون قدیمی بررسی خواهد شد. منتها مدت زمان اعتبار اقامت اعضای خانواده این فرد پناهنده مقیم سوئد خواهد شد، یعنی اقامتش موقت خواهد بود. و کلن اقامت اعضای خانواده فردی که اقامت موقت در سوئد دارد موقت خواهد بود. حالا این برای بقیه کاتگوری ها هم که قبلا استثناء بودند، این استثناء هم در واقع برداشته شده و اقامت خیشاوندی برای تمام کاتگوری ها سخت گیرانه تر شده. کلا اقامت خیشاوندی، در اقامت خیشاوندی مبنا بر امرار معاش است، یعنی فرد مقیم سوئد باید حتما کار و درآمد مناسب داشته باشد و هزینه زندگی خود و اعضای خانواده خود رو بتونه تأمین کنه و مسکن مناسبی رو داشته باشه. تنها استثناهایی که وجود داره اینه که اگه فردی که مقیم سوئد است بچه باشد، شرطش کار و درآمد و مسکن برای اعضای خانواده وجود نداره. یعنی وقتی که فردی مقیم سوئد خانواده که بچه هست خانوادهش درخواست میدن، دیگه برای اون اعضای خانواده شرط کار نذاشتن، کار و درآمد. برای فردی که مقیم سوئد دارای استاتوس پناهندگی و یا دلایلش به شبیه دلایل پناهندگی باشد، نیز شرط کار و درآمد مسکن مناسب گذاشته نشده، تحت شرایطی که اعضای خانواده فرد مقیم سوئد 3 ماه بعد از دریافت اقامت فرد مقیم سوئد درخواست اقامت بکند. اگر امکان زندگی خانواده در یک کشور دیگری خارج از اتحادیه اروپا وجود داشته باشد و یا وابستگی خاصی این خانواده به آن کشور داشته باشند. و مورد سوم، اگر خانواده در خارج از سوئد به مدت طولانی با هم زندگی مشترکی نداشته بودند قبلا، و یا اینکه رابطه به اندازه کافی قوی نبوده. یعنی اعضای خانواده پناهندگان و کسایی که دلایل به شبیه دلایل پناهندگی دارند میتونن درخواست اقامت میکنند، منتها تحت این 3 شرایطی که عرض شد خواهد بود. حالا اینا که سوئدی بودند و مثلا فرضاً بنده که سوئدی ام، اگه بخوام یه زنی بگیرم از یه جایی بیارم، منم شامل این قوانین میشم؟ یعنی منم باید کار و خونه و زندگی و اینا داشته باشم؟ بله، این مورد شامل همه خواهد بود، نه فقط سوئدیا. یعنی استثنایی در این مورد وجود نداره، فقط در مورد این پناهجویان پناهندگان این استثنا وجود داره. اوکی. مواردی بود که در واقع تغییراتی که در طبق قانون جدید موقت اقامت ها خواهد بود. بله، بسیار عالی. دوستان عزیز، شماره تلفن های 2398 و 98343 در خدمت شماست. اگه سوالی از جناب رستمی عزیز دارید میتونید به روی خط بیارید. من تا عزیزان بخوان زمین زن آقای رستمی یه سوال بکنم. الان پس با این شرایطی که شما گفتین، اگر یک نفری بیاد و بهش اقامت موقت 3 ساله بدن، پس یعنی تا موقعی که این اقامت موقت 3 ساله تموم به صورت دائمی نشه، نمیتونه تقاضا بکنه زن و بچه برداری بیاره؟ برای در واقع این کاتگوری رو عرض کردم، نه همه. 2 مدل اقامت ازدواجی وجود داره، عرض کردم. یکی اینه که
فرد قبل از اینکه وارد سوئد بشه متأهل بوده، خانواده داشته، درسته و یا بعداً خانواده تر بعد از مقیم شدن خانواده تشکیل بده، مربوط به پناهنده است. و اونا عرض شد که اگر پناهنده باشند، یعنی پناهنده شده باشند، استاتوس پناهندگی داشته باشند، اون در واقع در باز اتوماتیکوار اقامت داده نخواهد شد. چند تا شرط گذاشته، چون کم سه مورد آخر که عرض کردم. بسیار عالی. 2398 درود بر شما، بفهمید با جناب رستمی عزیز بر روی خط هستید. سلام، خسته نباشید. قربان شما، بفهمید خواهش میکنم. یه سوال داشتم، من یکی از دوستای من اومده اینجا پناهنده شده. بله. بعد هنوز جوابشو نگرفته، بعد با یه آقای آشنا شده میخوان ازدواج کنن. بعد الانم کار میکنه، کار سفیدم میکنه. میخواستم اینم اگر این ازدواج بکنه میتونه کیسشو ازدواجی بده یا اینکه باید وایس جوابش بیاد، چی کار باید بکنه؟ درخواست اقامت ازدواج برای پناهجویان، اگر فردی که مقیم سوئد، سوئدی و یا خارجی غیر اروپایی مقیم سوئد باشه، این فرد حتما باید برگرده و از کشور خودش درخواست اقامت بکنه. ولی اگر فردی که مقیم سوئد اروپایی باشه، عضو یکی از کشورهای اتحادیه اروپا باشه، این فرد لازم نیست که برگرده و از کشور خودش درخواست بده. یعنی اون با کسی که میخواد ازدواج کنه مقیم سوئد باشه، سوئدی باشه؟ دو تا کاتگوری وجود داره. اون فردی که مقیم سوئد، اگر این فردی که شما دارین صحبتشو میکنید دوست شما پناهجوه دیگه، بله پناهنده، پناهجوه نه پناهنده، بله پناهجوه، یعنی اقامت نگرفته هنوز، نه اقامت هنوز جوابشو نگرفته. اگر با کسی که ازدواج میکنه این فرد سوئدی و یا خارجی غیر اروپایی مقیم سوئد باشه، این فرد حتما باید برگرده و از کشور دیگه ای درخواست اقامت بکنه. یعنی در کیس ایشون، این خانومی که الان ایرانیان، بعد بره ایران. بله، ایرانی یا سوئدی هستن، ایشون باید برگرده و از ایران شد. ایرانیه ولی پاس سوئدی داره، باید برگرده ایران. بله. خب من یه سوالی دارم، شنیدم اینایی که اگر اقامت کاری بگیرن، یعنی اقامت کاری بگیرن بعد بخوان ازدواج کنن، میتونن ازدواج بعد 6 ماه اقامت کاریشون رو به ازدواج تبدیل کنن؟ آیا این درسته یا درسته؟ بله، فردی که اقامت موقت در سوئد داره، در حین این مدتی که اقامت داره میتونه که استاتوسش رو تغییر بده، یعنی با کسی دیگه ازدواج بکنه و بدون که برگرده و خارج از سوئد درخواست اقامت بکنه. متشکرم از لطفتون. خواهش میکنم، موفق و پیروز بشید. چی باوردین از آمریکا؟ بله ایشون برای تحصیلات به آمریکا رفته بودن، برگشتن الان در سوئد هستن. دقیقاً. ان شاء الله که موفق باشید. خدا نگهدارتون. خب ما جواب ایشونو دادیم، ولی های رسانی من میخوام همین سوال رو دوباره سوال بله میکنم. بله این آدمی که در سوئد هست که اصلا در سوئدیه، خب بله. طرف اصلا سوئدیه دیگه، درست، اون که هیچی، ولی اونی که داره تقاضای ازدواج با ایشونو میکنه و اهل زاده ایران هست و الان هم اینجا تقاضا پرندگی کرده و فرامیسا اینا، ایشون باید برگرده از ایران تقاضا بکنه. دقیقا. ولی هنوز استاتوس پناهندگیشو داره. نه اگر پناهجو باشه، یعنی هیچ نوع اقامتی در سوئد نداره دیگه، هنوز باید... اومده گفته آقا من میخوام بیام پناهنده شم. خب بله، یعنی درخواست تا پناهجوییش باید تموم بشه و اگه جواب منفی گرفت، خب طبیعتاً باید برگرده. و از کشور دیگری، یعنی حالا یا وطن خودش یا جای کشور دیگه که اونجا مقیم هست میتونه باشه، از اونجا درخواست اقامت بده. اوکی. پس در هر صورتش، چه ایشون اقامت بهش ندن و چه بخواد تقاضای ازدواج بکنه، باید بره ایران. بله، تقاضای در واقع اقامت بر اساس بسیار فهمیدم. 2398 درود بر شما، بفرمایید بر روی خط هستیم با جناب رستمی عزیز. خواهش می‌کنم یه ذره بلندتر صحبت کنید لطفا، بفرمایید. سلام عرض می‌کنم خدمت آقای نیمه رستمی. سلام، بفرمایید. آقا جون من یه سوال دارم، این پسر من حدوداً 39 سالشه، به شما از کنم تقاضا کرده بود بیاد اینجا خواهر برادرش رو ببینه، رد شده، زن داره، کار داره تو ایران، بعد گفتن 6 ماه باید دوباره برگردی، بعد 6 ماه دوباره میشه تقاضا کرد، الان دوباره تقاضا دادیم براش، امکان رد شدنش هست
نمیدونم چیکار باید بکنیم به نظر شما. کار خاصی نمیشه کرد، یعنی دلیل ویزا ندادن اینه که ایشون ریسک اینه که ایشون بیاد اینجا بمونه و برنگرده است دیگه، تن احتمالاً به خاطر همین مسئله بهش ویزا نداد. ایشون زن بچه داره تو ایران، بعد کار داره، چیز کاسبه، یعنی کار میکنه. بله. شما از کنم نمیدونم چه دلیلی براش باید باشه که بیاد و برنگرده. این تشخیص شماست، ولی تشخیص خوب اداره در واقع سفارت اینه که به هر حال اونا فکر میکنن که ریسک اینه که ایشون بیاد اینجا بمونه و برنگرده وجود داره. کاری که میشه کرد، این هیچ کار خاصی نمیشه کرد، چون که ایشون همینطور که خودتون گفتید کار و درآمد و خانواده داره و همین مدارک هم ارائه داده، منتها باز هم تشخیص برای اینه که این ریسک امکان داره، این وجود داره که ایشون بیاد اینجا بمونه و برنگرده. چجوری میتونن تقویت کنن این موقعی که میرن تقاضا میکنن، چه چیزایی مثلا نشون بدن بهتره؟ والا زیاد از این مسئله ما تا حال سر در نیاوردیم، چون که همه مدلی امتحان شده. این گونه ویزاها معمولا برای کسی که آدم میتونه حدس بزنه که احتمال موندن داره ویزا دادن، برای کسی که آدم میتونه حدس بزنه که امکان بودن اینجا موندن رو نداره ویزا ندادن. به هر حال این تشخیصی که اون فرد تصمیم گیرنده داره. یه سوال دارم، سوالم اینه که این خواهر برادرش 25 سال و 23 سالشه اینجا، تا حالا ندیده ایشونو؟ مثلا من مادرشون فوت کرده تو ایران خیلی سال پیش، خواهر و برادر داره اینجا، ندیده. اینا قراره برای عروسی خواهرش بیاد، ما تقاضای اینو کردیم. متاسفانه دفعه پیش چرا بهش گفتن نه؟ وقتی که بار اول که ایشون تقاضا کرد نگفتن، چه دلیلی برای نه آوردن؟ دلیلش این بوده، گفتن میری وای میشی. آره نه، دلیل این که یعنی به این نتیجه رسیدن که این میره اونجا وای میسته رو اونم مشخص نشده دیگه. نگفتن مثلا خونت درست نیست، کارت درست نیست، نمیدونم چی، چیزی نگفتن، فقط گفتن دارای دو تا کار هستم، آدرسم دارم، خونم هست، مشکلی نیست. شما نه، ایشون. اون آقایی که میخواد از ایران بیاد، نه شما. هم کار داره تو ایران، هم کار داره تو محل کارش هست، جواز کسب داره، مثلا خانمش فوق لیسانس کار میکنه. نمیدونم اینجوری شده یا نه. آقا وضعیت اقتصادی سیاسی ایران اینجوری که اینجور مسائل پایدار نیست. امروز طرف رئیس جمهور رو فردا تو زندان، یعنی زیاد اطمینانی حتی به اونایی که پستای بالا و مقامای خاصی دارن هم وجود نداره، چه رسته به کسایی که مثلا شرکت دارن فردا ورشکست میشن، اتفاق خاصی میفته. بنابراین وضعیت سیاسی اقتصادی مملکت در یه جوریه که ثبات وجود نداره و طرف تصمیم گیرنده هم این مسئله رو در نظر میگیره. ممنونم از شما. خواهش می‌کنم، امیدوارم که بهشون ویزا بدم، ببینیم که حالا چطور میشه. خواهش می‌کنم. یکی از آقای رستمی عزیز، من یه چیزی هم واسهتون بگم، باور کنید من اینو بارها و بارها تجربه دیدم و از عزیزان، مصاحبه‌ای که آدم میره اونجا و مصاحبه‌ای که میشه خیلی تأثیر داره، که وقتی چه سوالایی که میکنن چه جوری جواب بدی. بله، با ترس و لرز جواب میدی، نمیدونم جوابا رو درست نمیتونی بدی، نمیدونم اینا. و من خیلی دیدم که دوستان خودشون اعتراف کردن که آقا ما هول شده بودیم و طرف یه نگاهی به ما کرد. اول بزن این شنونده رو بگیریم. 2398 بفرمایید. خواهش میکنم. درود دارم خدمت نوید عزیز، همچنین جناب رستمی. خواهش میکنم. کردیم دیگه بر نمیگردن، ما فکر کردیم جاشون خوبه و جاشون که خوب بود، ولی خب دیگه اصلا معلوم نیسته. از کنم خیزت جام راستمی، من یه سوال داشتم. شما سوای کاری وکالتی که برای کسانی که به عنوان کار یا حرفه میخوان بیان، آیا کمکی در پیدا کردن حرفه هم میکنید یا خیر؟ نه خیر نمیکنید. مرسی، امیدوارم ایام خوبی داشته. سپاسگزار از شما عزیزم، قربونتون برم، خدا نگهدارتون. فراموش نکنید که آقای رستمی در برنامه‌های همسفر به عنوان مشاور تشریف میارن در استودیو و به همین دلیل هستش که خیلی از سوال‌ها که میتونه بی جواب بمونه، امیدوار هستم که این چارچوب قوانین رادیو تو برکت هستش. شما مهربانان با شماره تلفن های 2398 و 9843 میتونید با ما در تماس باشید، سوالات و مسائل خانوادگی، مسائل قوانین سوئد و همچنین مسائل مهاجرتی که فکر می‌کنم فعلا داغ‌ترین مسئله روس هستش. جناب رستمی، الان سوئد یک سختی هایی که همینجوری که شما گفتین و گذاشته، یک راه های سختری رو گذاشته، ولی اینا شامل کسانی که به صورت
سهمیه ای وارد سوئد میشن که نیستش. نه بله دقیقا هفته قبل از شد که پناهندگان به اصطلاح کوت فلوکتینگر پناهندهای سهمیه که از طریق سازمان ملل در واقع در یک کشوری پناهنده سازمان ملل هستن این پناهنده ها پناهجوها و سوئد هم یه سهمیه ای داره سالانه که تعدادی از این نمیدونیم چقدره اینو اطلاع ندارم چند تعدادش سالانه چقدره ولی اونایی که در واقع سوئد به عنوان کوت فلوکتینگ قبولشون میکنه درست. اقامت برای اونا از اولش دائم هست و این قانون جدید شامل اونا نمیشه نخیر پس دیگه اونایی که به قول معروف سهمیه میان از همون اول تکلیف کاملا مشخصه بله بله وضعیت خانواده و همه چی بله و این قانون هم تا 3 سال در واقع موقت خواهد بود بعد از اون دیگه قانونی که قبل از 20 جولای بوده به اجرا خواهد شد من یه چیزی رو تمامی قوانین سر در نیاوردم با اینکه خب خیلی عاشو سر در نمیاد ولی چرا از مثلا 20 نوامبر سال 24 نوامبر چرا قبلشو نگفتن 24 نوامبر 2014 تاریخی بود که 2015 تاریخی بود که در واقع دولت سوئد با همراه سایر احزاب حاضر در پارلمان تصمیم گرفتن که در واقع قانون جدیدی رو از اون تاریخ بذارن برای این مورد بنابراین این تاریخ 24 نوامبر در واقع اون تاریخی که تصمیم گرفته شد که قانون موقت رو در واقع تصویب بکنن یا پیشنهاد حالا بعدا من یک سال مکمل این سوالم دارم که بعدا ازتون میپرسم 2398 خواهش میکنم بفهمید بر روی خط هستید صدای شما بسیار بد میاد نمیدونم هند فری دارید چجوریه ولی خیلی صداتون بد میاد لطف کنید بفهمید حالا اگر که متوجه نشدیم حتما آخه خدا عمرتون بده بله بفهمید در رابطه با اون آقای که قبلا زنگ زده بود به خاطر درخواست ویزای فامیلشون بله اون هم چون موردی برای منم پیش اومده بود که طرف مقابل من نامه از سفارت گرفته بود که به دلایلی که شما دادی قوی نیست و احتمال موندن شما هست ولی اگر طرف مقابل شما در سوئد گارانتی بده و تعهد بده که شما برخواهید برمیگردید اون موقع شما میتونید ویزا بگیرید ببخشید میتونم بپرسم چه جوری گارانتی بده تعهد میدم شخص با من الان میام تعهد میدم که شما برمیگردید حالا شما برنمیگردید بعد منو چیکار میکنن اونو دیگه نمیدونم اداره مهاجرت رو میخواد با اون چجوری برخورد کنه من اونو نمیدونم که از منم خواستن که میتونم همچه تعهدی بدم منم گفتم دوست عزیز منم میدونم که شما میخواید برگردید ولی اگه برنگشتید تعهدی که من دادم من اینجا چه خواهم شد نه همچین موردی نیست من نمیدونم چه ایشون همچی حرفی زده شده در همچین موردی نیست که تعهدی رو از شما سفارت خیلی عجیبه مهاجرت نمیخواد یعنی همچین تعهدی به قول آقای آزادی چه اعتباری هم نداره آها بس این دوست ما خوب بس متوجه نامه نشده نه احتمالا متوجه نشد بله اصلا من میدونی سوال منطقیش دقیقا این آقا شما الان برای نوید آزادی تقاضای ویزا کردید بعد به شما میگن آقا شما گارانتی میکنی که ایشون برگرده شما میگی بله حالا من بر نمیگم چیکار میکنن اجاریات که نمیتونه به شما رو برگردونه به ایران که نه دیگه اینه که نه اون دوستمون کاملا درست متوجه نشدن متاسفانه بسنک قربان شما موفق و پیروز باشین عزیزم خدا نگهدارتون بله این هم از این ساعت 17:42 دقیقه است عزیزان اگر که سوالاتی دارید میتونید به روی خط بیایید و اگرم که نه اوکی نه دیگه پس سوال هست 23:98 بفرمایید خواهش میکنم سلام آقا نوید خسته نباشید قربان شما با جناب رستمی عزیز بر روی خط هستیم بفرمایید آقای رستمی عزیز یه سوال داشتم میخواستم ببینم که اگه کسی اینجا پناهجو باشه یعنی درخواست داده باشه هنوز جواب نگرفته باشه بعد بخواد حین درخواست که ارائه داده تبدیلش کنه به ویزای کاری یعنی همون 4 سالی که قبلا بود آیا اون قانون هنوز هست یا نیست که باید 4 سال مالیات بدی و از طریق ویزای کاری اقامتتو بگیری و اون مبلغ مالیاته چقدر بوده یعنی شرایط اون ویزای کاری چی بود اگه یه پناهجو بخواد ویزاشو عوض کنه تبدیلش کنه یعنی درخواستشو تبدیل کنه به ویزای کاری که تو سوئد هست بله شما موردی اشاره میکنید که شامل قانون اقامت کاری میشه که این در واقع تو قانون جدید به این مسئله اشاره نشده یعنی اقامت کاری شامل قانون موقت
قانون موقت شامل اقامت های کاری نمیشه و این پرسش کاری هنوز هست منظور بله بله و شرایطی هم که هست اینه که فرد پناهجو حتما موقعی که حکم اخراجی این فرد قابلیت اجرایی پیدا میکنه، یعنی یه تصمیم باید اداره مهاجرت حتما بگیره و بعد از اون هم فرد میتونه شکایت بکنه. اگه نمیخواد شکایت کنه، خب بعد از یه مدتی که تصمیم بهش ابلاغ شد، این حکم اخراجی یا حکم جواب منفی به قول معروف قابلیت اجرایی پیدا میکنه که بعد از اون 2 هفته فرد پناهجو فرصت داره که درخواست اقامت کاری بکنه تحت شرایطی که ایشون 4 ماه قبل رو در یک شرکتی کار کرده باشه و همون شرکت ایشون رو به مدت 1 سال آینده بخواد که استخدام بکنه، یعنی کارش ادامه پیدا کنه حداقل به مدت 1 سال. شرایط کاریش هم باید طبق نرم موجود اون صنف باشه، در حداقل درآمد 13,000 کرون تعیین شده. آها، منظورم این بود که یعنی مثلا پناهجو میتونه مثلا کاری رو پیدا کنه، سوالم اینجوری بله پناهجویی که بعد درخواستش رو قبل از اخراج، قبل از اینکه بخوان اخراجش کنن یا حتی مصاحبه بشه، درخواستش رو تبدیل کنه به ویزای کاری، یعنی اینکه نخیر درخواستی که ایشون کرده، درخواست پناهندگی، تکلیفش باید روشن بشه با یک تصمیمی. آها، یعنی فرد پناهجو نمیتونه وارد شه شروع کنه کار کردن، بعد از 4 ماه میگه حالا من نمیخوام پناهنده بشم بلکه اقامت کاری میخوام. اینطور نیست. اداره مهاجرت حتما باید اول یه تصمیمی بگیره که این پروسه پناهندگی تموم بشه، بعد فرد 2 هفته فرصت داره که درخواست اقامت کاری بکنه و این استثناء از جمله شامل پناهجویان هست. همونطور که میدونیم کسایی که اقامت هایی ازدواج، کار، سرمایه گذاری میخوام بدن حتما باید خارج از سوئد درخواست بدن، ولی خب یه استثنایی برای از جمله برای پناهجویان، دانشجویان و سایر کاتگوری هایی که اقامت های موقت دارن گذاشته شده. برای ویزای دانشجویی هم باز مثل ویزای کاری هم، مثلا اگه دانشجویی بتونه پذیرش دانشگاهی هم بگیره باز همینجوره. یعنی منظورت این که پناهجو بود یا هر برای فرد پناهجو بود مثلا بتونه از یه دانشگاه توی سوئد پذیرش بگیره که بتونه دانشجوی نه ایشون حتما باید برگرده و خارج از سوئد درخواست بده. برای درخواست ویزای دانشجویی هیچ گونه استثنایی وجود نداره. آخه قبلا هیچ دانشگاهی نمیتونست پناهجوها رو بپذیره. یه دانشگاه الان هست که دانشجوها رو میتونن بپذیرن و اجازه تحصیل بهشون میدن. خب هیچ کدوم از این پناهجوها که بر نمیگردن که برای این دانشگاه برگردن تحصیل کنن. از اون دانشگاه در این مورد تصمیم نمیگیره. این اداره مهاجرته که تصمیم میگیره که ویزا بده و اداره مهاجرت هم شرایطش اینه که این فرد موقعی که درخواست ویزای دانشجو میکنه باید در سوئد نباشه. آها، تو تمام مقاطع درسته؟ بله، در مورد ویزای دانشجویی ما 2 تا مسئله داریم. یکی این که فرد درخواست کننده باید حتما یه پذیرشی بگیره از یه دانشگاهی، این قبل از پروسه به اصطلاح درخواست ویزاست، و بعد باید بر اساس اون پذیرش و با ارائه مدارک از جمله حساب بانکی بتونه نشون بده که هزینه در واقع پرداخت شهریه و امرار باهاش اینا رو داره، میتونه درخواست ویزا بکنه. اون درخواست ویزا حتما باید در خارج از سوئد ارائه بشه. مرسی، ممنون. شما موفق باشین عزیزم، خدا نگهدارتون. 98843 بفرمایید، من روی خط هستید، شما بفرمایید لطفا. سلام عرض کردم، من از جناب رستمی میخواستم سوال کنم آیا ایشون موارد مربوط به پوشکین کستان رو هم نخیر نه متاسفانه در این مورد من وارد نیستم. نه متشکرم. خواهش میکنم، خدا نگهدار. آقای رستمی، حالا تا دوست عزیز دیگه بخوان زنگ بزنن، این یکی از مسائلی که الان خیلی مشکل ساز شده مسئله همین قانون دابلینه. بله، کشور که یعنی تمام کشورهای اروپایی اومدن تمام دراشون رو باز گذاشتن، یه سری زیادی پا شدن قدم زنون با این که با دانسته از همه اینا رد شدن اومدن رسیدن مثلا به سوئد، ولی اینا از هیچ کدوم از این کشورهایی که در راه بودن تقاضای پناهندگی هم نکردن. درست. اوکی، خب حالا این سوئد اینا رو واقعا داره برمیگردونه؟ بله، کسایی که در یکی از کشورهای اتحادیه اروپا اثر انگشتی یا مدرکی یا شواهدی وجود داشته باشه که نشون بده که فرد پناهجو قبل از اینکه وارد سوئد بشه و درخواست پناهندگی بکنه در یک کشور دیگه بوده و امکان درخواست پناهندگی در اون کشور رو داشته و نکرده،
خب پس یعنی باید همشون باشه دیگه. بله این در واقعیت اینطوریه، ولی خب در عمل اینا باید با مدارکی به اثبات برسونه برسه، یعنی اداره مهاجرت باید بتونه ثابت بکنه که این فرد در یک کشور دیگه بوده و امکان درخواست پناهندگی داشته. و این شامل کسایی نمیشه که از کشورها عبور میکنند، یعنی مقصد اگه فرد سوئد باشه خب اون کشورهای عبور رو زیاد بهش اهمیت نمیدن، منتها اگه این ایستگاه ها به قول معروف طولانی تر باشه و یا علائمی وجود داشته باشه که فرد اونجا چندین روز یا چندین هفته بوده، خب طبیعتاً این فرد رو به اون کشوری که اونجا امکان داشته پس می‌فرستن. و این کنوانسیون دابلین اینطوریه. حالا مسئله یه مورد این که واقعیت چه اتفاق میفته، یه مورد دیگه هم هست که این واقعیت رو آدم به اداره مهاجرت بتونه ثابت بکنه که همچین موردی، چون تمام اینه که از یونان و ایتالیا و اینا دریاها زدن اومدن، حالا میگن آقا ما خودمون زدیم به دریا اومدیم اینجا، خب اینا همشون از تمام این کشورهای پناهنده پذیر رد شدن. بله یونان رو استثناء هست، یونان که بله اون که نمیشه، بقیه کشورها هم هست کردم. یه اصل دیگه هم وجود داشته داره، اونم اینه که افرادی که مثلا از یونان وارد بلند میشن میخوان بیان سوئد و مقصدشون سوئد باشه، خب طبیعتاً از کشورهایی که عبور میکنن اونجا متوقف یعنی توقف ندارند، عبور میکنند، در مورد این یعنی این دابلین صدق نمیکنه. منتها اگر فردی اثر انگشت در یک کشور داشته باشه، خب به این معنیه که اونجا بوده و حداقل با مقامات اون کشور در تماس بوده و میتونسته که درخواست پناهندگی رو بده. مرسی. اینا هم باید ثابت بشه طبیعتا. دقیقاً. دو شنونده رو بر روی دو خط داریم. اول 2398 بفهمید بر روی خط هستید شما؟ سلام نوید. خواهش می‌کنم بفهمید به جناب رستمی عزیز بر روی خط هست. من یه سوالی داشتم، من اجازه بدید می‌خواستم پشت خط ازتون بپرسم. شما گوشی خدمتتون باشه چند لحظه. 9843 بفهمید با جناب رستمی عزیز بر روی خط هستید. دوست عزیز. الو. بفهمید، خواهش می‌کنم. سلام، خسته نباشید. خواهش می‌کنم. تا شما با آقای رستمی سوالتون رو مطرح کنید، من پشت خط با عزیز دیگه‌ای هست که با ایشون صحبت بکنم. بله. من می‌خواستم در رابطه با اطلاعی که آقای رستمی دادن فکر کنم درست نباشه، در مورد اینکه پناهنده در حالی که سیر بررسی پرونده‌اش رو در مهاجرت انجام میشه باید منتظر اون حتما آخرین اخراجیش بیاد. پرونده میتونه اعتراف بده و درخواست اقامت کاری بکنه. انصراف تصمیم نیست. انصراف البته تو این قانون گذاشته نوشته شده که آویرانده تصمیم حساب نمیشه. فرد اگر درخواست پناهندگیشو پس بگیره، بنابراین اداره مهاجرت تصمیمی در مورد پناهندگیش نگرفته و ریسک این وجود داره که این اداره مهاجرت به درخواست اقامت کاریش جواب منفی بده و به هیچ وجه توسعه نمیشه مثلا. بله خب اینجوری که شما بالا فرمودید درسته، ولی اونجوری که اصلا نمیتونه پس خب این به این معنی هم باشه که توصیه نمیشه، خب یعنی ریسکش خیلی خیلی بالاست. بله بله فرمایشون درسته. مرسی رستمی عزیز. این دوست عزیز ما بر پشت خط یه مقداری سوالشون طولانی هستش و من نمیدونم که چیکارش بکنم حقیقتا. بعد از این دوستمون تقاضا بکنم که چند لحظه پشت خط منتظر بمونن تا اگه شما صحبتی دارید میتونید صحبتتون ادامه بدید، من سوال ایشون رو مطرح بپرسم، اگه نه که منتظر شنونده‌ای بشیم که اگه خواستن زنگ بزنن. من بستگی به شما. آقا شما میتونید یه آهنگ بذارید، موزیک باشه پس ما هم همین کارو میکنم، یه موزیک کوچک میذارم. دوستان عزیز این سوالا بسیار کار سختیه برای ما، ولی یک موزیک با هم دیگه میشنویم، برمیگردیم در استودیو در کنارتون خواهیم بود. حرفامو میفهمه، یکی تنها پناه من تو این دنیای بیرحمه. میخوام تب حضورت تو
باشه حرم صدای من، بشینی پای حرفام و پای درد و دلای من. تو از من گم شدی و من هنوز دستاتو کم دارم، کجا ابری شدی بی من که دارم بی تو میبارم. هنوزم پشت لبخندم که دنیا درد و دل دارم، تو میخوای دوشی اما من به این خونه. خب آقای رستمی عزیز، یک آقای پناهجویی که حدود 14 سال در اینجا پناه تقاضای پناهجویی کردم بهشون پناهندگی هم ندادن، یک خلافی رو انجام میدن، خلاف مواد مخدر انجام میدن که 6 سال بهشون زندان میدن و 4 سال زندانی میکشن و بعد 4 سال هم از زندان میان بیرون. بعد حالا چون این خلافی که ایشون انجام دادن در ایران میتونن که محاکمه بشن و حکم اعدام براش داره، اداره مهاجرت به ایشون یه اقامت 1 ساله میده 2015 تا 2016 رو، و الان هم رفتن دوباره تقاضا کردن 2016 تا 2017 رو به ایشون دوباره یه اقامت 1 ساله دادن. حالا سوال این بودش که ایشون چند وقت باید این یه سال ها رو تحمل بکنه؟ آیا اقامت دائم ایشون میدن یا همینجوری؟ محدودیتی در این زمینه وجود نداره و اداره مهاجرت میتونه اینو به مدت طولانی همینجوری یک سال تمدید بکنه تا شاید تغییراتی در کشور مثلا انجام بشه، تا کشور مطبوعش. به هر حال گفته میشه که همچین فردی مخل آسایش آرامش امنیت کشوره و خیلی در این مورد سختگیری میشه و محدودیت خاصی نداره از نظر قانون. در قانون در نظر گرفت نشده که بعد چند سال به این فرد اقامت دائم داده بشه. اون چیزی که مهمه که پس برگردوندن این فرد به کشور خودش باعث همین میتونه خطر اعدام وجود داشته باشه از جمله، بنابراین فقط یه جورایی به این فرد اجازه میدن که اینجا زندگی کنه. احتمالاً دادگاه نیز ایشون رو برای تمام عمر از سوئد اخراج کرده، دادگاه تینگسرت در واقع. بنابراین اداره مهاجرت نیز نمیتونه این تصمیم‌ها رو به راحتی لغو بکنه. پس فعلا مسئله و... انسانیه که ایشون رو نگرش بله داشتن. تقریباً یه حالت چه بگیم، یعنی محدودیت خاصی وجود نداره، این مدت طولانی میتونه یک سال یک سال تمدید بشه. آخرین شنونده ما 2398، درود بر شما، بفهمید، خواهش میکنم. آخرین نکمترین حال شما خوبه؟ ایده سیستا اینتو ده مینستا. بله من خواستم یه سوال کنم درباره ویزای توریستی، یعنی به خاطر اینکه مثلا اقوام و دوستان آشنا بیان اینجا، آیا این اداره مهاجرت عزیز بهبودی در نظر دارن برای این کار یا هنوز هیچ صحبتی دربارش نیست، همین روالی که تا الان بوده ادامه خواهد داشت؟ و اگر بخوایم تأثیری در این کار قرار بگیره، نظرشون چیه؟ چه کار باید میکنیم که با خوشو اینقدر اذیت نشم؟ یعنی بتونن راحت تر ویزا بگیرن یا اینکه اصلا کلا قانون عوض شه؟ منظورتون قانون که عوض، یعنی بهبود بشه؟ قانون که عوض نمیشه، یعنی که الان کسی که دعوت میکنه در این معادله هیچ جور حساب نمیاد، یعنی فقط به شخص درخواست کننده هست که نگاه میکنن به وضعیت اینا. البته ببخشید ولی آقای رستمی، به کسی که در سوئد هم هست وضعیتش رو نگاه میکنن درسته؟ بله. چرا خیلی آویوران هست؟ تنها چیزی که نگاه میکنن به این، من معادله که میگم فرض بفرما اینو میخوام بگم، تمام هم و قم اینا این هست که کسی که میاد اینجا نمونه. مسئله در مورد ویزا دادن، یعنی قاعده ویزیرینگز پراکسیس اطلاعاً گفته میشه که با همکاری وزارت خارجه و سازمان اداره مهاجرت در واقع اینا با هم دیگه یک پراکسیسی رو تعیین میکنن در مورد ویزا که شامل دو تا بخش میتونیم به اصطلاح هم بهش بگیم وجود داره، یکی این که شرایط اون کشور هست و دیگر شرایط انفرادی افرادی که درخواست ویزا میکنن. شرایط ویزیرینگز پراکسیس برای هر کشوری با کشور دیگری فرق میکنه، بنابراین دلایلی که در نظر گرفتیم، یعنی مسائلی که بهش اهمیت داده میشه، مسائل اقتصادی و سیاسی اون کشورها هست. دو، مسئله انفرادی این فرد هست که
شرایطش در کشور خودش، حتی اگه شرایط سیاسی اقتصادی اون کشور خوب باشه نباشه یا خوب باشه و یا بد باشه، با توجه به اینا در مورد این فرد میتونن نظر بدن که حتی اگه کشور خوب باشه وضعیت اقتصادی سیاسیش، به این ویزا ندن، چون که شرایط فردی این انفرادی این فرد اینطوری کشور میتونه بیاد اینجا بمونه و بر نگرده. وابستگی که به کشور خودش داره، کار، درآمد، خانواده و اعضای خانواده‌ای که قبلا به طریقی وارد سوئد شدند و اینجا درخواست پناهندگی کردند و یا مقیم سوئد هستند، اقامت‌های موقت دارند، مسائل این قبیل، مسائل نیز در تصمیم گیری ویزای این فرد تأثیر میذاره. یعنی این گونه مسائل علائم و نشانه هایی هستند که میتونه دو تصمیم گیری در واقع تأثیر بذاره. اینا درست. خب شما خیلی عمدی کلی دارید. بله بله طبیعی. خب ما من فقط توضیح هم بگم که ما نزدیک 45 ثانیه بیشتر فرصت داریم. بله بفرمایید. باشه عزیزم، من بیشتر سوال نمی کنم. من فقط بگم که چه کار باید به نظر شما ما بتونیم بکنیم که این یه مقدار بهتر بشه برای ما. یک فرهنگ این مردم رو باید یه مقدار روش کار کرد، تغییر داد، که در واقع این اومدن و برنگشتن ها رایج نشه. دو، این فرد حتما باید شرایطی داشته باشه که برگشتن بیشتر براش میشن. باید... چیز تغییر نبود، این همینی که شما تکرار کردید. نه دیگه، چرا اتفاقا نه 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 نه، اگه وضعیت همینجوری ادامه پیدا بکنه، رویه وزارت خارجه و سفارت و اداره مهاجرت همین خواهد بود. یعنی اگه ایرانی ها هر کی ویزا گرفت بیاد اینجا تقاضای پناهندگی بکنه، اینا تا هر سال بدترش هم خواهند کرد. ولی وقتی ببینن کسی که ویزا میگیره برمیگرده به ایران و این کارو نمیکنه، خب قاعدتا اینطوری میشه آقای دوستان. بله تعداد زیادی با ویزا هست. بله مشکل اینجا. من از شما سپاسگزارم. مرسی، موفق و پیروز باشید جناب رستمی عزیز. با یک دنیا سپاسگزارم از شما به خاطر برنامه امروز و امیدوارم هفته آینده بتونیم در کنار شما باشیم. ممنون، عصر بخیر، خدا نگهدارتون. دوستان عزیز، فردا راست ساعت 1 بعد از ظهر در کنار شما مهربانان خواهیم بود. موفق و پیروز باشید.